سلام شنبه 26 اردی بهشت 94 16 می 2015 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه کار کثیف غیر ورزشکاری به گفته آقای منصوریان مربی تیم نفت تهران در تبریز حادثه آفرون مسابقه حساس تراکتورسازی و نفت که تعین تکلیف قهرمان این دوره لیگ برتر فوتبال ایران رو میکرد در شرایطی سی سه مساوی بود که در اصفهان اگر سپاهان برنده میشد سپاهان قهرمان بود و در صورت تساوی تراکتورسازی قهرمان میشد با 57 امتیازی که از قبل داشت و در حالی که سپاهان دو سفر جلو بود و سایپا رو شکست داده بود به غلط در تبریز با قطع کردن موبایل رادیو و اختلال پارازیت فرستادن روی اینترنت و غیره به نیمکت ذخیره و مربیان تراکتورسازی سازی شش دقیقه به پایان بازی گفتند که بازی در اسفحان دو دو شده و اونها با حفظ نتیجه سه بر سه به خیال قهربانی با شادی به زمین ریختند حتی آقای منصوریان به مربی تیم ترکترسازی تبریک گفت مربی تیم نفت تماشاگران هشتاد هزار تماشاگر که در ورزشگاه هفتاد هزار نفری پیروزی تیم محبوبشون رو جشن گرفته بودند به زمین چمن آمدند که متوجه شدند دروغ کثیفی گفته شده و طبیعی است که دست به مردم خشمگین میشن دست به خشونت میزنند احساسات طرفداران یک تیم که قهرمان خودش رو فرض کرده و حالا نایب قهرمان میبینه هست به جریه دار میشه زد و خورد آتش زدن شکستن سندلی ها و دهها زخمی حاصل این حادثه عجیبه که شاید در تاریخ فوتبال دنیا هم بی نظیر باشه هنوز معلوم نیست چه تیمی با چه, چه کسی با چه انگیزه ای و چرا چون این کار رو کرده ولی حاصل کار زخمی هایی بود که چون راه هم نبود در تمام خیابان اطراف که مردم خشمگین تظاهرات می کردن شیشه های مغازه ها رو می ناچار شدن زخمی ها رو در محبت چمن در کفه استودیوم بخوابونند و به اونها سرم وصل بکنند به هر صورت این حادثه عجیب نشان داد که یک بار دیگه دست کم بی تدبیری سوء مدیریت و ندانمکاری کاری مسئولین ورزشی حادثه آفریده اگر نگوییم عمد و توهین عمدی به تیم و طرفداران اونها چون این حادثه ای رو خلق کرد دانشجویان دانشگاه تفرش یک تجمع اعتراضی داشتند به فضای تک دانشگاه و خواستار تغییر روند مدیریتی در جهت آزادی فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه شدند کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هم به سازمان بین المللی کار آی شکایت کردند و خواستار بازداشت فعالان کارگری یه ایران چون ابراهیم مددی محمود صالحی داوود رزوی و دیگران شدند به موجب کنوانسیون که آیل او تا کنون تشکیل داده و اصول این سازمان جهانی رو تشکیل میده این قبیل اتحادیه ها و سازمان های کارگری حق شکایت دارند و دولت ایران که یکی از به اصطلاح سه عضو سه جانبه عضو بودن در آی هست باید پاسخگو باشه موضوع دوم اینکه که خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی رو منتشر کرده در خصوص تحریم های بانکی ایران و در اون عنوان کرده به درستی که تحریم بخش بزرگی از تحریم های بانکی و بانک های ایرانی نه به دلیل پروژه هستهی بلکه به دلیل پولشویی و کمک به فعالیت های تروریستی یا پشتیبانی از سازمان های تروریستی است که این تحریم ها رو به بار آورده رویترز مصاحبه با پاره مدیران بانک های بزرگ دنیا هم کرده و اونها عنوان کردند که از ترس جریمه های سنگینی که تا کنون پرداختند حتی اگر تحریم ها هم برداشته بشه به این زودی ها آمادگی همکاری و کار با ایران رو ندارند ایران از امارات متحده خواسته که کشتی سنگاپوری رو که به امارات پناه برده بود به ایران تحویل بده موضوعی که واقعا عجیب به نظر میرسه چون به فرض هم که این کشتی خسارتی به دکل نفتی زده باشه مکانیزم تجارت جهانی از مسیر بیمه دریافت بیمه پرداخت حق و بیمه و شکایت سازمان های بیمه به سازمان های تجاری جهانی میگذره نه گردن کلفتی و توقیف و یا اختار و تیراندازی به یک کشتی جز این که بگیم عمدی در کار و بحران آفرینی بخشی از اتفاقی است که میخواد بیفته نماینده های جبهه پایداری و بسیاری سایت های اصولگرای توند رو هم به شدت به در مقابل حرف آقای عراقچی که گفته پروتکل الحاقی رو ما امضا بکنیم بازدید از مراکز نظامی هم هست و اشکالی نداره بهش تاختند موضع گرفتند و حتی نماینده های پایداری ادامه مذاکرات رو احمقانه خوندند و مسئله مراکز نظامی رو خط قرمز دانستند. موضوع سوم این که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از جلسه آقای اوباما و رهبران کشورهای عربی در کمپ دیوید به طور خلاص عنوان کرده که آقای اوباما در این مذاکرات به سران عرب وعده داده ولی حاضر نشده تضمین امنیتی بده و سند کتبی رو امضا بکنه این شاید اصلی ترین دلیلی هم بود که از قبل از این مذاکرات مطرح شده بود و رهبران عرب که از شش کشور چهار تاشون نیمدن اصلی ترین مشکلشون هم همین بود و گفته بودند که چون امریکا خصوصی البته نه علنی حاضر نیست تعهد و تضمین امنیتی بده برای شنیدن حرف و سخن و وعظ و خطابه نخواهند آمد همزمان با مصوبه که دیروز خبرش رو دادیم در مجلس نمایندگان امریکا و 400 به 25 طرح بازبینی قرار داده ای در مجلس نمایندگان امریکا رای آورد یک قطعنامه دیگه هم که آقای ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا یک قانون دیگه که ایشون پیشنهاد کرده بود با اکثریت قاطع و کامل 423 به صفر رأی آورد که به موجب اون تحریم ها علیه حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی تشدید خواهد شد جالب یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا مطرح کرده بود که حزب الله همان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موضوع چهارم اینکه داعش در عراق شهر, شهر رمادی در استان الانبار عملیات نظامی کرده و ساختمان های اصلی دولتی رو به تصرف درآورده. به این ترتیب استان انبار که یکی از استانهای سنی نشین و مهم اراخ است دوباره محل درگیری های شدید شده و مرکز این استان به این ترتیب تا حدی به تصرف داعش در آمده ابو بکر بغدادی رهبر داعش هم که گفته می شد، کشته شده یا زخمی نواری منتصب به او پخش شده که در این نوار پیام داده که اسلام دین صلح نیست و همه رو دعوت کرده هر جای دنیا اگر به داعش نمی پیوندن جهاد کنند و سلاح به دست بگیرند البته ایشون باید بهش گفت که لابد پیغمبر اسلام هم اشتباه کرد مثلا صلح هدیبیه رو در مقطعی از زندگیش امضا کرد موضوع پنجم اینکه آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی خبر داده از اینکه کابینه دستخوش تغییر و ترمیم خواهد شد از مدتی است بحث از این است که احتمالا وزیر صنعت معدن تجارت آقای نعمت زاده تعویز خواهد شد باید دید چه کسان دیگری در لیست تغییر قرار دارند البته آقای نوبخت گفته از تعداد تغییر و کم و کیفش خبری ندارم آقای کوچکزاده نماینده ی تندروی مجلس هم به خطاب با آقای روحانی گفته که دروغ های شما دیگه علیه احمدی نژاد جواب نمیده دروغ های شما علیه احمدی نژاد دیگه جواب نمیده و نمیتونید که از این محل خلاصه محبوبیتی به دست بیارید او مسکن مهر رو هم مثال زده که این پروژه رو خوابوندین و مردم رو مردم مستضعف و معطل گذاشت البته بسیار پروژه بی سر انجام غیر اقتصادی و مزر این پروژه بود که بزرگترین خسارات رو به نقدینگی کشور وارد کرده بود اما موضوع آخر این که جناب نقدی فرمانده بسیج فرمودن که جمهوری اسلامی دنبال جابجایی قدرت در دنیاست جناب صدیقی امام جمعه تهران هم که این روزها در خط به گور و گورستان خیلی حرف میزنه فرمودند که آرزوی بازدید از تأسیسات نظامی ایران رو باید غربی ها به گور ببرند که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی